اینجا نشسته بودیم فکر کنم اون ورتر بود. میخوای بریم اونجا؟ کلم با جاه طلب بودن خیلی مشکل چند سال بعد افسردگی مثلا این تصمیم گرفتم که مهم نیست چی کار میکنم، همون داستان فرمی که با هم صحبت کردیم، واقعا مهم نیست که نقاشی میکنی یا چه ابزار استفاده میکنی یا ساز میزنی یا خیلی بیزینس کنی یا هر چیز دیگه ای. برای من اینا مهم نیست، اون کار بودن مهم نیست، با اون قرار نیست خودم رو تعریف کنم. اینا خیلی خوبیه من از اینکه نمیخواستم تعریف کنم خودم باش، بعد دوچار شکست شدم که من هیچ آپشنی ندارم در جهانی در زندگی میتونم که اولین سوال اسمت، دومیش ملیت از احتمال زیاد و سومیش چی کار بکنم یا بعد از پس ما این همه. حالا بچه ها باز یکم برگردم قصه زندگی ما، هرکی میخواد بره بره، جدی میاد کارو کنم، فقط من این در میبندم هرکی خواست بره. بچه ها من هنون نفهمیدم چیکار باید بکنم، چون یه جواب نداره با من، هنون نفهمیدم. برای فلسفه هیچ وقت به شما مثل یه پیر دانایی مثل معلم نمیگه چیکار باید میکنه، میتونه به شما بگه که چه چیزایی به نظر احمقانه تره، یا به شما میتونه یاد بده که راجع به چیزایی که به نظر شما 100% درستن شک کنید. خب اگه شما نمیدونید میخواید چیکار کنید احتمالا فلسفه بخونید نمیفهمید میخواید چیکار کنید. ولی یه فرقی میکنه، اون فرق اینه که اساسا شما سوال رو تعریف، یعنی به جای سوال که من چی علاقه دارم چی بخونم، سوال شما میشه یه سوال دیگه. اصلا شما سوالت میشه که اصلا چرا باید زندگی کنم بدون فلسفه هم جواب میده، اما به نظر من کار قشنگه. ساعت‌های زیادی از نوجوانی من به این سوال گذشت، باید چیکار کنم؟ اون موقع فکر میکردم پاسخ این سوال باید یه چیزی از جنس حرفه و شغل باشه، عصب شناس شم و سیناپس جدید بسازم، معمار شم و بناهای قدیمی رو مرمت کنم، اسب سوار شم و از رومانه ها بپرم. لابد یه شغلی هم وجود داره که آدماش به این سوال فکر میکنن. خوشحال بودم از اینکه همچین شغلی پیدا کردم، اما سوال ها باز میشن، سوال های دیگه جاشون رو میگیرن. سخت بفهمی باید چه سوالی رو ول کنی و به چه سوالی بچسبی. تنها چیزهایی که از ناکجا میان سوال های وهم میشن، از قبل وجود ندارن، فقط تصادفه که میتونه سوال رو بهت نشون بده، شاید بیفته شاید نیفته، هیچ اصراری توش نیست. یه روز مدتی بعد اینکه درخت رو دیدم از خواب پا شدم، متوجه شدم هرچی میبینم وسطش ترکه. هر وقت به سکوت گوش میدم صدای سوت میاد، یادم نمیاد کدوم خاطره جدیدتر و کدوم قدیمی تره. وقتی میخوام فکر کنم همه کلمات به هم حمله میکنن تا انتخابشون کنم، انقدر سرعت و اندازشون بزرگ میشه که فقط میتونم جیغ بکشم. قلبم تون میزنه انگار که قرار شکار شم، شروع میکنم دویدن. تنها چیزی که ازم گرفته نشده اینه که میدونم بعد چه روزی اینطور شدم. بعدم فهمیدم اسم این حالت مرگ ایگوه که میتونه در اثر مصرف دراگ یا حمله های عصبی ایجاد شه، اما من اینطور توضیحش میدم. اون روز حدود چند دقیقه جلوی درخت وایسادم و بهش نگاه کردم، بعد مه اومد و وقتی برگشتم دیگه هیچ چیز مثل قبل نبود. برام مهم نیست اگه اون درخت هیچ افسونی نداره، با سرچ ساده ای عکسش میاد. تو آبگیر گلدیان چیزی از من گرفته شد، تنها سوال اینه که چجوری باید برش گردونم. دلیل اصلی این که مجرم ها به صحنه های جرم برمیگردن اینه که صحنه های جرم همیشه چیزی رو از مجرم میگیرن. از اون به بعد تنها چیز مهم آخرین خاطره ایه که از گذشته مونده، برای همین برمیگردیم تا برش گردونیم. نگاه کردم به اون درخت در اون لحظه در اون جا در اون مه گناه بزرگی بود، چون جواب همه سوال ها تو تنه اون درخت بود. لازم به تخیل نیست، واقعا تو تنه اون درخته. فقط کافی مه بیاد و سر ساعت خاصی اونجا باشم، پامو به آب برکه بزنم، شاخه‌هاشو هرس کنم و بغلش کنم. چجوری برش گردونم؟ این تنها سواله دوست قشنگم، تنها سوال. Nous arrivons à Orly 1 2 3. Si vous descendez, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Bon voyage et à bientôt sur Orly.
آقا بیدیم من به این نتیجه رسیدم که باید یه قایق بسازم. نه میخوام ساختن، ببین من میخوام استعاره مجسمه ساز باشم و ازش عبور کنم. من برای مجسمه ساز باشم بکنم کننده باشم. این حیوانی یا گیاهی میگن که میتونه اتصال ایجاد کنه. یه اصفهان خیلی چیزا میتونه سیش باشه. برای قایق میخواش؟ نه برای قایق هم استفاده میکنم، برای برای یه چیز دیگه. خوک آقا سلام، سیریش دارید؟ یه سیریش به هم میدی؟ آره آقا این تبرها چند؟ این چیه کارتون؟ مرسی. اخبار بعد سیاسی خالق میشه آفه هست. چای داریم؟ چای میخوام. یونس قدیمی تر از حضرت مسیح بوده؟ بله. به نظر تو اگه تو من یاد بدی قایق بسازیم یک جورهایی میتونیم دست بذاریم روی که یونس داره به مسیح یاد بده قایق بسازه. من که قبطش مطابق تر کنم. خیلی میشه پارودی خوبی ازش ساختم. نزدیک 72 ساعت باید ممکنه بیاد. بخاطر جالب بودن این متری میشه شما ببین خیلی شوردینگریه، میدونی مثلا هر نوبت باید ببینی که رشد کرده. من اجازه نداری که مثلا ببینی روشنایی ببینیش. دقیقا چیه میسیلیوم؟ ببین میسیلیوم که خب اندام ارتباطی قارچه، کپکه. تو داری قارچ کشت میدی که دوتا چیزو به هم بچسب کنی؟ نه من تو این موقعیت این کارو نمیکنم. این نمادین عنصر حیات در واقع توی سازه. این سیلندر اون بالا هست و این روی چه فضای چوب مانند زیر سیلند میسیلیون روشت
اونا هم مغارای خرافی هم. زنه رو یه طلاق میدی مینویسی مهریش هم میدی خداحافظ هرچی هم گرفته باشی، ولی آقا ستر اینو باید بندازی تو آشغالی اگه به کارت نیاد، اگه درست انتخاب نکنی. نه بابا اون چونی هم نیستی. نه بابا غیر از اینه یه کار میکنی. ولی آقا آدم آروم آروم ابزار این روش خودش رو درک میکنه. خیلی اینو داشته باش ببینش یارت مورد کار بود کات میکنه چون لب و نوک داره بار بر میداره میتونی باش لیسه بزنی. توتم مرسی راه نمایی با حالی این باش میکشانه اجازه میدیم عبور کنم. بریدن و پوستش رو کندن و شقه کردن و میکننش الوار که ستون و چیز شناژ رو نگه داره. بارون باریده بود و این پی آب گرفته بود رو داشتم میرفتم محصی دیدم این الوار برگ داده. خاطر تکرار کنند تکراری بود
گیاه داریم، گیاه باورتون میشه؟ این گیاهه، این گیاهه، این گیاهه، اینا همش جدیده. بعد ببین چه شیوه باز شدنش چطوریه. مثلا اینه باز میشه، میشه این بریم بازم من میترسم ازش زمینو کنار بزنیم اینو همشون تو همن از پایین و وقتی میفتن رو هم همدیگر رو میگیرن میخورن جمع میکنن تو خودشون. بله خب میدونی همون چیزی همون سکرش میگیم آواز این شبکه رو توی همه جنگل همه جنگل رو میچیده ای بکن. بزرگترینی که ازش کشف شده تقریبا 13-16 ماهی بوده در حقیق خاصگاه پرور دیگه خاصگاه پرور هست دیگه بودید میگم این اثر به نوعی خاصگاه پرور هست یه با خاصگاه پرور هست بعد بازی چیز در آقا آرژین در آقا چیز بعد دوباره اونجا تکرار شده دوباره اونجا تکرار شده ممکنه ما رو هم الان یه دفعه بگیرن و من خروزان رو گرفتم.
حتما. چی؟ کامرا شای. دیگه تولد بشه چی بر شد بخواهد من چابو و موبار دیده نمیخواد اون برده وسایل دست بزنه نمیخواد کتاب نخرید کتاب هدیه محاسبی نیست واقعا واقعا شما با دست کتاب خوندن دست برده نیچه تو چیز زایش پرشدی در زایش پس درست پرشدی اونا یه جوی میگه فرایی من یادم نیست. آره باز کنیم. آره اما من چه محدودی رو دارم مثلا پراتیک بزرگ از پراتیک اصلا چیه؟ نه آیا اصلا اصلا این پراتیکه؟ این پراتیکه ما میبینیم شکستن بعد میخواییم بهش میگیم شکستن آینه من درک کردن نه دست صرف هم نوشتار هم برای این دو که نه من اون محصول نمیخوانش حتی اگر گیته شده بیارش نه نه بازم اون محصول نمیخوان هیچ نوشتنی به بروکراتیک نمیتونه صورت بگیره پراتیک منظورم در مواجه شدن بعدا با جهانه این که سن نیشه هم میره پراتیک میتونه برای من آرته ولی آرت برای من محدودش مثلا یه فضایی نیستش که مسیح هر تو با نیشه هست مسیح تو زندگی من بوده من شخ میزنم عرف میکنم وجین میکنم کشت میکنم اسمش میکنم خوب میکنم آتش میزنم و جهان من یه جهان من مربوط به متره یعنی اگه چیز میره و بعضا حتی دیگه حتی نیازی به تو یک توصیف ادبی در از جهان ندارم من خیلی مستقیم متوجه مسئله میشم کلا این گردو و این افراد و این رسپاندر و این صدف کلا یک لایه کمیلی مثلی که روی دسته کنید این دستش آکاشوه شکر این دستش آکاشوه نصیبیه تو خدایی رو حس کن نمیره دسته اصلا نمیره دسته بعد چطوری پلیسه این ونگر رو شما گرفتی که این رو دیگه چه شهامتی رو گرفتی شهامت که در واقع میشه گفت که خب سبوده 380 دیگه اوه یعنی تا اونجا بردیش دستش بکشیم آره فهمیدم مگه ونگه میتونه بدون پلیسه باشه اکشن هستی کنی جهانی کاش برای به شما رو بگیرزیم از ما بگیرده این که آسره میشه این هم اساسا داریم مادرزاد این آسره نبوده مثلا بدون این مثلا از آسره آسره به دنیا بده آسره خیلی بوده آسره من بوده نه این کنه حتی یا هر چیز باشه این کامفازی میشه از این در واقع مواجهه اومده از این در واقع یک موقعیت از این وضعیت اومده از این موقعیت اومده که موقعیت به شدت بدن بده یعنی اون مفهوم اینجور این بدن دیگه برای مفهوم بده این در آبجاست شام پیام هم دریافت کردی؟ متوجه شدم که من حرف دیگه ندارم بزن
یه دور دور تنگیر کنم. چرا اسم اینا نیوجرسیه ولی؟ بازی بهت میدم. میشه بدید تو دوربین؟ هر ایالتی موانع راهسازی خودشو داره. خب تگزاس گریر هم هست، نیویورک گریر هم هست. آها این قالب، این نه قالب در واقع گریر شهر جرسی بوده. شاه در چیز امتیازشو میخره در این چه و این میشه اولی موانع شهر هم. ولی به نمو تبدیل به یه عالم آبجه دیگه میشه. نگاه آقا مسیح، یک سفر میری، سفرت راه دوره، ولی تو این سفر هرس میشی. Nous arrivons à Antony. Terminus de ce train. Nous invitons tous les passagers à descendre en s'assurant de ne rien oublier à bord. اجرای اول. این همون شعره که صد بار تغییرش دادم و میدم، پس خوب بهش گوش بدید. جیب برهای پاریسی. اتانسیون ده پیک باکت پوور پریزان ابر دو بطر تران نو بوزی میتون اویه او افر پرسونل اختون فو تاشن دیبه بیت فشلیسن زی ایره گپه کن اختون زی افر پرنفه تاشن. Beware of pickpockets. Make sure your bags are properly closed and keep an eye on your belongings. Gin Quang Gao Hao Ni De Shu Bao Shu Yu Jin Sui Shin Ji Dao Ge Ren Wu Du. متاسفانه یه خورده تو فلش بکم هستم و این فلش بکه باعث میشه لحظه‌مو بهتر درک کنم و بیرون نیستش من از لحظه دور کنه. خوبه I've been waiting for a woman who's a little of both and I can see her but she's nowhere inside. Yes.
سامان هم اینجا ده دفعه سه دفعه شیشه کشیده. همینجا همین توی آران. اینجا اسمش آرانه؟ نه این اونجا مثلا ما زندگی میکنیم بهش میگیم آران. آره یه دفعهش به خاطر کس خارکسته بود گفتن سکس خوب داره. سکس خوب داره که واقعا هم داره. اگر یکم شل بگیری کس را ما بخاری. آه یعنی در حال فردی کسا نمیخوری؟ اصلا نه همون موش هم نمیخوری. ولی خب در کل اگر یه اصل مسل بری زیبا خوبه شریم بشه اونجور شور خارکسته. هرچی بود اونجور جلو کنی دادا ما هم میخواب برم بخوابم چیزی میخواییم از تون بیارم؟ نه بایدم نه ازش دیگه نه این یه دونه پیاز رکاری هم داریم ما در خدمت یه وقت شب هم سرد بود. شب سرد بود میتونیم به چپیمون تو یواشوک بیایید به چپیمون داخل یه سر صدا هم نکن صدا هم نکنید برق هم روشن یه گوشه پتوی هم هست عالی بخوابید دیگه چش دست شما در نکن کارده ما ببخشید ما از لقه چانه ایم دیگه خلاص لقه چانه است آدم با لقه چانه باشه دیگه. یعنی صحبت کسمس میکنیم یه همه با دل نگیم ما هم حقیقتش دل نداریم اصلا دوست داریم کس دیگه ولی چکا کنیم شما هم که تیرون اومده کس نیم آورده اینجا اومده آقا ما را بگاهیم دیگه. حالا میگن به رحمت ببندد دری به رحمت گشاید در دیگه. این وقتی میخوره اینجا یه موج داره یعنی از این بانو پایست چیز دیگه میخوره اینجا میاد وقتی این ضربه خورد تو یه لحظه دست تو آزاد کنی که این ضربه از اینجا بره بیرون نه یا تو موچ و سا آرنج و کتفت یعنی دیروز زود بشه تبر رو بر میگردونه یعنی اگه زودتر از حد چیز برگه ول کنی اینو تبر بر میگرد صاف میکنن دوباره میرن اون بر بعد میچرخونن دوباره الوار رو با تبر درست میکنن یعنی چهار تراش رو با تبر میدن ای دو بست امان 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 نازنین بیمین جان یاره سه سالی شو کردم هنوز دخترم
سه سالی شو کردم هنوز دخترم اخ سفارش ها کنن و سپیارم اخ الهیم با سوز تقدیر سرم الهیم با سوز تقدیر سرم اخ شیرخاره و چرم دادن به غالم شیرخاره و چرم دادن به غالم اخ جان های 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 سه دست و سه فصل است و سه نو Saint-Michel, Notre-Dame. Attention à la marche en descendant du train. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. داره کنار دستم رو میزنه شیار کنار دستم رو به چیز پرده بندیه دارم گره پرده بندی باست که این وجود این شیاری که باید زنه میشه میخوره که از چوب صاحب درست شدهش این دو تکست این قبلا میتوانا چوب صاحب بود Yes.
تفکیری که کرده در پوش صافی چایش. اوکی، یعنی به اینجا ختم نمیشه داستان که ساز میسازه. نه برو این داشت بشه میکره مادر یادو هندی کار میکنه به خدا این شوش در واقع این داره میگنه؟ آه، پولیش های چیز هم اینا این رو خود من ساختم، این رو با دست ساختم اینا رو بده خود اینا رو با دست ساختم یه واقعا تصورم اینه که ابزارت همینه آخ میبینم توت تک ابزارت همینه بعد ماهیت دوگانه ای که خبر داره چکشم هست ببین اینو بزنیم بره بسیم آقای خوشبه بیم خودراتون یکونه باشه یک کنم بکنیم یکونه باشه این مسی چطوریه؟ بله؟ مثلا خیلی ها چیز کنم آره 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 چهار تیکه میشه کاسه یاد میگه من یه دونه بوره شرزی اینو میزنم یه دونه بوره شرزی اینو سبا کنیم بوره یه بوره شرزی اینو یه بوره شرزی اینو این میشه سه تیکه این رقمی که من میگم الان این یک چوب عنابه های عنابه یک گلاله عنابه بله 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 عنابه به این سختی به یک چیزی الان قیافه یک نداره خب و همین عنابه رو من میتونم تکش کنم تکهی بهترین تاش رو کشم درست میشه ساخت میشه همین یک دارن نیم خمی که هست یا به جواب بده همین یک دارن بتونی ازش استفاده کنی الان همین بله بله یه جور به صرفه جویی هم در چوبه دیگه هست بابام نه خب من تو کارگاه بابام بودم او ساز می ساخته ای سازار اینا رو بابام ساخته بود تو دوتار سازی دیگه مشهوره و اکثر نوازنده ها اینا از دوتارو ما درن دیگه نوازنده حرفی از دوتارو بابام درن تو منطقه بعد من اونجا که ما رفتم یک ایده تو ذهنم بود مثلا از زمان دبیرستان حالا چند سال هست که بابام کار رو میکنم امورم تو کارگاه به حال ساختار شکنی کردم و یک سری کار رو کردم با ضایعات چوب مثلا یک همچین چیز درست کردم که مثلا ای از این برگای سمیل MDF حتی چوب نیست اینا تکای چوب به هم چسبیده شده و مثلا صفش 1 2 3 4 Thank you.
شاتله. شنیدم برای خودتون شهری ساختید. منم شهری دارم که رودش خشکیده، اطرافش تاکستانهای زیادی داشته، انگورهای درشت و گسی داشته. این آدم که با من روی نیمکت میشینه، یه ترسم رو غریبه Hear what I
هرس سفر هرس میشید. J'ai pas besoin de ça. On va partir chez nous, on va dormir. زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره بعد من لج میکنم که آقا من میخوام برم شما حالا من یک کودک مثلا 5-6 ساله هم 6-7 ساله مثلا درکی از مثلا مسافت و فاصله و دوری و اینا ندارم یه دوچرخه سفید رنگ کوچیکی داشتم خیلی کوچول خودم خیلی کوچیک بودم بعد یه گوشه انگور با نخ میبندم به فرمونش و یکم نون و چیزای این شکلی جمع میکنم میزنم تو کوچه ساعت مثلا 7-8 شب که بابام از سر کار اومد گفتم که میریم گفت نه نمیریم و من دوچرخه‌ام برداشتم یعنی از سر ظهر این بساط آماده کرده بودم دوچرخه‌ام برداشتم و زدم تو کوچه که با دوچرخه بیام شمال از ساحل یه انگور و اینا بعد فرار بابام تو این کوچه دنبالم میدوید من میدیدم دور پشت سرم میاد رکاب میزدم میرفتم تا سر اون کوچه این بدبخت میومد منو میگرفت بعد دوباره من لگت میزدم دوچرخه رو برمیداشتم ادامه مسیر میرفتم بعد دوباره این میومد منو میگرفت آخرش دیگه من و دوچرخه رو همه رو با هم بغل کرد تا خونه آورد گفت میریم شمال
فردا اومد گفت آماده شید بریم شما. هتل دو ویل. I've been searching for the daughter of the devil himself. I've been searching for an angel in white. I've been searching for a woman who's a little of both. تقی‌نژاد؟ آقای تقی‌نژاد؟ آقا رضا تقی‌نژاد؟ آقای تقی‌نژاد؟ خوب هستید. من با آقا رضا کار دارم. از این ویریسا میخوام. به من از چند نشونی گرفتم گفتن نشون میبافه با کلوش. نه تنابشو میخوام. چند تا؟ چند تا داری؟ این از بومنم هست. دست شما یه سازه‌ای میخوام بسازم، نیاز به اونا دارم. این کارم را بندازی خوب بود. ماشینو بیارم. یه نگاه کن، فکر کنم این باشه قبله. این کاشی ها رو زیر این درخته. دست شما درم.
کجا اولین بار که اومدی؟ اینجا؟ آره. با ایربود و گروخ و فرید بودیم دیگه. چه روزی بود؟ روز آزادی. آقا این اسم این درخت چیه؟ درخت آزاد. دیگه سمبولا گایدن. این ها کجا خریدی؟ کلا از همون مغازه که رفتی، همون مغازه که پارسا دقیقه رفتی، کمپ شاپی، جنت آباد. آها همون خریدی؟ میدم اینکه ببینم اونجا چه خبره. مثلا گفت الان فرض کن بشینه اون رو قایق غرق بشه، میفته تو آب. ذاتی مثلا این که میفته تو آبش دیگه مثلا پوینت خط قرمزش میگه، نمیدونه که همینجوری موتور موتورم در رفت آمده بشه. فیلم ما این بوده که یه آدمی که دنبال در توی مسیر طبیعت گردی و ایناست، این درخت میبینه خوشش میاد، یه قایق میسازه که برسه به این درخته. قصه‌ش این بود. این کلکی هم که ما ساختیم همه متریالش متریال طبیعیه، یعنی توش پین میخی نزدیم، پین چوبی زدیم. بریم پلاسی لوله خراب کردیم. این لوله به خاطر اینکه میره توی آب. وایسا یه لحظه اینجا داستان حالا میخواد جالب باشه. یه کسی عاشق این درخته، میخواد به این درخته برسه، باید کلکش بندازه تو آب برسه به این. بله. بعد دوباره نمیگه این درختش یه طرفش به خشکی راه داره، میخواد از اون ور دور بزنه برسه. کلک میخواد بزنه. درست میگی. قصه اینه. قصه تو بیا. من خودم رشتم کارگردانی. بذار بهت بگم. بیا من بهت بگم دیگه کجا برو. تو برو دریاچه بده. آقا نرفته سمت دلم. ببین چی میگم. تو نمیخوای مگه دریاچه باز نمیکنه. یه داستانه. دریاچه باز. حالا ما نمیخوایم. ما اینو ول کن. بس تو برو. ازت میخوام که راجبه اون اولین باری که درخت رو دیدی و اون خواب مخصوصا برو برو. آره آره. اردیبهشت ما بود اگه اشتباه نکنم که ما با بچه های شب رفتیم همون آسمان سرا کمپ کردیم و اون شب دور آتیش حسابی من رقصیدم، مست کردم و آخر شب خیلی باد تندی هم می اومد، باد وحشی می اومد، چنگ صدای دیو می داد باد. و آخر شب که من رفتم بخوابم تو چادر دیگه مثلا چشمام داشت گرم می شد، یه دفعه متوجه شدم که من یه پسر بچه رو دیدم. موقعی که همه دور آتیش نشسته بودیم، حالا بچه ها در رفت آمد بودن، هر کی مشغول یه کاری بود، من یه پسر بچه رو دیدم که بین ما نشسته بود ساکت و تو تصویر همین پسر بچه بودم که خوابم بود و فرداش با بچه ها اون شب ما نرفتیم کنار اون دریاچه. گفتی اسم دریاچه چیه؟ آبگیر گلدیان. آبگیر گلدیان. آره. صبحش پا شدیم باز و بچه ها مست کردیم و رفتیم کنار دریاچه. من
من زیر اون تک درخت ایستادم و باد میوزید. من قشنگ رو نوک پاهام بند بودم وقتی داشت باد میومد و همینجور مست من این تپه ها رو بالا میرفتم. اصلا نمیستم من دارم کجا میرم، اصلا مقصد کجاست، فقط همینجور داشتم میرفتم. و توی همین مسیر تپه ها که بودیم با دوستم آرش، گفتش که کاش اونجا بشه مثلا یه فیلمی بسازیم، ایده ای داریم؟ و من هنوز یاد پسر بچه که دیشب تو خواب دیده بودم نیفتاده بودم. بعد ایده ای که به ذهنم رسید این بود که پسر بچه ای توی جنگل گم شده، توی همون کلا تو اون منطقه، حالا اصلا اونجا زندگی میکنه نمیکنه نمیدونم، پسر بچه ای گم شده و دنبال مادر گم شدهش میگرده. شب شفتم خونه و خواب دیدم که شیرجه زدم توی صخر آبی و همجور شروع می رفتم عرش شدم من نورانم سوختم، سردم سوختش نورانم سوختش نورانم عرش شدم به یار دبستانی متین که با ماشین چمنزنی افتاد به جون نوروناش و مردم خراسان که نامشون به سمرقند نرسید. نوتردام سوختش خراسان سوختش عرش شد. میخواستم برم پاریس پیش کسی که منو یادش رفته، شعرم خواستی تو خراسان دو تار ساز بزرگی شی، با چوب بازی آفتی ساز بسازی، حسن آباد پاتوق ابزارت چه و پامنار پاتوق یراقت، انباری تو تهران داشته باشی و باقی بیرونش شوخ مزنی و تراکتور رو کنی به راهش که دیدی تیشه و تنهای توتت بردن،
کشتن بردن خوردن هرس کردن کشتن بردن هرس کردن هرس شدن نوتردام سو خراسان سوخت من سوختم سوختم هرس شدن هرس شدن هرس شدم. خوبیش اینه که نورونا میتونن تا ابد سیناپس جدید بسازن. اصلا برای همین 100 تا کلاس رفتی، 100 تا کتاب خوندی. اصلا برای همین هر بار که مسیر رو از چپ به راست دویدی، یه بارم از راست به چپ دویدی که سیناپس جدید بسازی. تازه تایپ دهنگشتید خوب شده بود که یه نورونا ترس شدن نوتردام آتیش گرفت نوتردام آتیش گرفت مزرعه خشکی پس برکه تو کجایی پس برکه تو کجایی این مغولا چی میخوان چرا تبر دستشونه پس برکه تو کجایی این مغولا چی میخوان چرا هرسم کردن هرس شدن ولی من هنوز سیناپسای جدید میسازم اومدم سانسکریت یاد بگیرم که دیدم مرده اومدم ستار یاد بگیرم که دیدم ناخون سبابم هرس کردم اشکالی نداره قایقی میسازم از چوب میندازمش تو برکه میدوام سمت درخت میرسم به درخت که این انتهام انتها پایان سفر تها از قوچان میرسم انتها از شتل میرسم انتها از دربت میرسم انتها میرم به گلدیان انتها غرق میشم تو برکه انتها این انتهاست این انتهاست This is the end Beautiful friend This is the end My only friend Of all elaborate plans The end Of anything that stands the end This is the end, the end In enterhouse the end In terminal the end اینجا رودباره اینجا روستاه اینجا آبگیره گلدی آبگیره گلدیانه همه رو غرق میکنه
من از متروی پاریس متنفرم و تنها دلیلی که اینجام اینه که من با اسبم تورنادو به اسم شناسنامه آقلا ایران دخت رو به ایران شهر برگردونم. وزت عقیبه تقمینه نووزین ویتون از دسانت مرسی. This is the last stop. Passengers are kindly asked to leave the train. Final de trayecto. Desciende por favor. For nothing chicks for free. این خوبه. این خوبه. نری تو جوب. برو تو جوب. برو تو جوب. مسی تو این حرفو نزن. زنده تر از زندگی چیزی نیست. زنده تر از زندگی چیزی نیست. زندگی کن. الان باید زندگی کنی یکو. تو اکسنتی هم می‌زنی. زنده تر از زندگی چیزی وجود نداره. هیچی از زندگی زنده تر نیست. زندگی زنده ترین چیزه. از این زنده تر چیزی نیست. دنبال چیزی نگرد واسه اینکه زنده باشی. زندگی کن. چون زندگی زنده ترین چیزیه که پیدا میکنی. که آدم میگم نفس بکشین مثلا میشه مانترا بده او نفس بکشین. نه نفس نفس بکش و زنده باش. باباش باباش ای ای باباش زندم زندم نفس بکشم حضور دارم مسئولم سکرم پریسا رو نفس کنم هستم و اینجا زندم زنده تر زنده.